تمام هواپیماها طول عمر مشخصی دارند تا زمانی که بتونن پرواز میکنن و بعد از اون دیگه ازشون استفاده نمیشه و هواپیماهای جدیدی جاشون رو میگیرن بعد از پایان طول عمرشون یا تک تکشون میکنن و از قرازشون استفاده میکنن یا توی یه آشیانه هواپیما نگهداری میشن اما همه هواپیماها دچار این سرنوشت نمیشن بعضیاشون رها میشن و این اتفاق معمولا خیلی زودتر از پایان عمرشون میرسه. اگه میخواید دنبال هواپیماهای قدیمی فراموش شده برید، یه فرودگاه قدیمی متروکه جای خوبی واسه گشتنه. قدیمی ترین فرودگاه در مسکو روسیه آتیکو دینکا بود که خیلی وقت پیش بسته شد اما یادشون رفت هواپیماهای قدیمی که داخلش بود رو به جای دیگه ای منتقل کنن. این فرودگاه در سال 1910 تأسیس شد و اولین پرواز بین المللی که در اینجا انجام شد مربوط به سال 1922 میشه. در سال 2003 بعد از تقریبا 100 سال فعالیت اینجا رو بستن و همه هواپیماهایی که در زمان بسته شدن اونجا بودن همونجا موندن. امروزه همچنان اونجا هستن و حتی با گوگل ایرس قابل دیدنن. خیلی هواپیما هواپیماهای کلاسیک نیروی هوایی روسیه هستن. در اینجا میتونید هواپیماهای جنگی میگ 25 پی یو، سوکوی اس یو 17، یاکوولاویاک 25، فکس بات میگ 21 لاویاک 25 فکس بات میگ 21 و کلی هواپیمای قدیمی زنگزده دیگه پیدا کنید. اینجا هیچ نگهبانی نداره در نتیجه هر کسی میتونه بیاد و عکس بگیره از قرار معلوم در سال 2010 میخواستن اینجا رو تبدیل به یه منطقه مسکونی کنن اما از اون موقع تا حالا هیچ کاری انجام ندادن نمیدونم باید اسم مورد بعدی رو هواپیما بذاریم یا کشتی خودتون تصمیم بگیرید این شناور اثر سطحی MD160 لونکلاسه که در دهه 70 ساخته شده. این شناور قولپیکر که به اکتا هم معروفه حتی از یه بوینگ 747 بزرگتره. اوکتا برای پرواز در حدود 5 متر بالاتر از سطح دریا طراحی شد و این باعث می شد ناوهای دشمن نتونن به راحتی شناساییش کنن و بهش نزدیک بشن. هیچ کس جزئیات و امکانات دقیق این شناور رو نمی دونه اما در دهه 1990 فعالیتش به اتمام رسید و در پایگاه دریایی کاسپیسک نگهداری شد. اخیرا اونو به داگستان منتقل کردن و قرار در معرض بازدید عموم قرار بگیره. این شناور اثر سطحی تک مدلی تنها مدل تکمیل شده است و بعد از ساخت این مدل شوروی سابق پروژه را به خاطر کمبود بودجه متوقف کرد. موشک های فراسوتش باعث می شد ناوهای دشمن هیچ شانسی در مقابل این شناور نداشته باشند. دورنیر دو ایکس در زمان اولین پروازش در 1929 بزرگترین، سنگینترین و قویترین قایق پرنده دنیا بود، این ناو به قدری بزرگ بود که لقب قصر پرنده رو روش گذاشتن. کلاد دورنیر طراحی اولیه این ناو قولپیکر رو در 1924 انجام داد و کارهای ساختنش رو در 1925 شروع کرد. اما چهار سال و 240 هزار ساعت کاری طول کشید تا کاملش کنند. طبق پیمان ورشو بعد از جنگ جهانی اول آلمان اجازه ساخت هیچ هواپیمایی با سرعت این مدل رو نداشت اما آلمان کار ساختش رو در مرز سوئیس انجام داد همه از اختراع این قایق پرنده که برای حمله مسافر طراحی شده بود غافلگیر شدند اما به خاطر هزینه بالایی که داشت فقط سه مدل ساخته شد این ناو نمیتونست تا ارتفاع خیلی بالایی پرواز کنه و محدودیتش 500 متر بود اما دیدنش تو هوا محشر بود میگن آخرین نمونه دی یو ایکس توسط نیروهای هوایی بریتانیا در جنگ جهانی دوم نابود شد در سال 1973 وقتی هواپیمای داگلاس آر 48 آمریکایی در سواحل ایسلند سقوط کرد، دلیل حادثه را یخبستنش اعلام کردند وقتی مشخص شد همچین چیزی غیر ممکنه بهانه بعدی این بود که سوخت هواپیما تموم شده بود سالها طول کشید تا دلیل واقعی را فهمیدن سقوط به خاطر خطای انسانی بود اولین مخزن سوخت هواپیما خالی شده بود اما مخزن دومی هم وجود داشت و خلبان یادش رفت که از مخزن دوم استفاده کنه حالا که حدود پنجاه سال گذشته هواپیمای آمریکایی قدیمی هنوز همونجاست و تبدیل به یه جاذبه توریستی شده. اینجا در بین توریست ها به محل سقوط شنهای سیاه معروفه. هواپیما دوم نداره و مخزن سوخت دومش رو هم برداشتن. میگن هر دوتاش رو یک کشاورز بریده و دزدیده. در ماه مارس 2001 مقامات یونانی به این نتیجه رسیدن فرودگاه مرکزی قدیمی آتن دیگه به درد استفاده نمیخوره و در نتیجه اونجا رو بستن. در زمان بستن فرودگاه چندین جت در باند فرودگاه وجود داشت و 20 سال بعد هنوز هم همونجا هستن. اسم این فرودگاه هلانیکانه و بعد از تأسیسش در دهه 1930 تا یه زمانی یکی از فرودگاه های مهم اروپا بود، قرار بود در محل این فرودگاه یه پارک بزرگ بسازند. اما بحران اقتصادی اوایل قرن 21 یونان باعث شد نتونن این ایده رو عملی کنن آینده فرودگاه و سرنوشت هواپیماهای داخلش هنوز مشخص نیست تمام این هواپیماها ساخت بوینگ هستند بوینگ 737 بوینگ 727 و حتی بوینگ 747 دیویست هم در بین هواپیماها به چشم میخوره. شرکت هوایی المپیک که در سال 1957 توسط ارسو آناسیس تأسیس شد، یه زمانی به خاطر هواپیماهای لاکچریش و ظروف طلاییش و لیوانهای کریستالش معروف بود. حالا اما هواپیماهای باقی مونده دارن زیر آفتاب زنگ میزنن. هواپیمای بعدیمون تا یه زمانی حتی برای افرادی که نزدیکش زندگی میکردن ناشناخته بود تا اینکه عکساش در سال 2018 تو اینترنت پخش شد حالا تبدیل به یه مکان توریستی برای مردم ترینداد و توباگو شده این یه هواپیمای شکسته پایپر پی ای 23 که در یه منطقه کوهستانی در چاگوراماس ترینداد خاک میخوره طبق داده های سبت شده ی نیروی هوایی این هواپیما در سال 1975 از فرودگاه الکساندر همیلتون در سنت کروی پرواز کرد و مقصدش فرودگاه بین المللی پیارکو بود اما در حالی که دو سرنشین داشت سقوط کرد ولی هر دوشون جونه سالم به در بردن هیچ کس توجه زیادی به این هواپیما نکرد تا اینکه یک کوهنورد به اسم گیلین ویلکس از لاشه این هواپیما عکس گرفت و در سال 2018 در صفحه مجازیش منتشر کرد. بعدش هم کلی کوهنورد دیگه به اونجا رفتن تا هواپیما رو با چشم خودشون ببینن. مسئولین به توریست ها هشدار دادن واسه عکس گرفتن داخل هواپیما نرن چون هواپیما روی یه شیب تند قرار داره و ممکنه یه روز از لبه کوه پایین بیفته. بعد از شروع جنگ جهانی دوم کلی فرودگاه نظامی جدید در بریتانیا ساخته شد اما خیلیاشون بعد از جنگ استفاده نشدن یکیشون فرودگاه پرادیناک در کرنواله که سه سال بعد از تأسیس مورد حمله آلمانی ها قرار گرفت و بعدش متروکه شد امروز اینجا مثل یه گورستان هواپیما میمونه که پر از لاشه جت ها و هلیکوپترهای سوخته است لوگوی نیروی هواپیمایی بریتانیا همچنین روی قسمت کناری خیلی از هواپیماها معلومه از جمله یه اس جت استریم تی دو و الکتریک کانبرا در بین هلیکوپترها هم سیکینگ و یه وسلین لینکس دیده میشه یکی از هلیکوپترها به پهلو روی زمین افتاده و در گوشه دیگه یه هواپیمای هاکر رو میبینیم که بالش افتاده این فرودگاه بعضی وقتها برای تمرینات نظامی به کار میره در نتیجه بعضی از این هواپیماها که از حمله نازیها جون سالم به دربردن در طول این تمرینات نظامی داغون شدن. ورود مردم به اینجا ممنوعه اما به نظر میاد افراد علاقمند هر چند وقت یه بار مخفیانه به اینجا میان تا عکس بگیرن. در نوامبر 1946 هواپیمای جنگی داگلاس سی پنجاه روی یخهای کوههای آلپ سوئیس سقوط کرد. با وجود اینکه سقوط شدیدی بود، هیچ کدوم از هشت سرنشین داخل هواپیما آسیب جدی ندیدن. این سقوط و عملیات نجات بعدش سوژه داغ رسانه ها شد و یکی از بزرگترین عملیات نجات از کوههای آلپ محسوب میشه. هواپیما از ویان اتریش تکاف کرده بود و به سمت پیزای ایتالیا می رفت. اما هوای بعد اونو از مسیر خارج کرد. خلبان در اون باد شدید نتونست هواپیما رو کنترل کنه و با سرعت 272 کیلومتر در ساعت به یخها برخورد کرد. ارتفاع از سطح زمین حدود 3500 متر بود و خلبان و سرنشینان دیگه فکر میکردن تو کوههای آلپ فرانسه سقوط کردن نه کوههای آلپ سوئیس. همین باعث شد عملیات نجات کنتر بشه و پیدا کردن هواپیمای سقوط کرده سخت بشه. رئیس نیروی هواپیمایی بریتانیا جفری داگلاس که با یه هواپیما در حال جستجو بود، دو روز بعد بالاخره لاشه هواپیما رو دید. ارتش آمریکا با تجهیزاتش به محل اومد، اما سرنشینان هواپیما در نهایت توسط سربازای سوئیسی نجات داده شدند. وقتی آمریکا و متحدینش در سال 2003 به عراق حمله کردند، صدام حسین دستور داد که هواپیماهای نظامیش رو در نقاط مختلف خارج از پایگاه های هواییش پنهان کنند. به این امید که در طول حملات هوایی آمریکا آسیب نبینند و بعد از رفتن آمریکایی ها از عراق بتونن برشون گردونن و ازشون استفاده کنن اما هیچ چیز مطابق میلش پیش نرفت آمریکا رژیم صدام حسین رو نابود کرد و بیشتر هواپیماها در نهایت پیدا و نابود شدند هواپیماهایی که اینجا میبینید متعلق به پایگاه هوایی الباکیر بودند همشون میگ 23 هستن و بعد از پایان عملیات نظامی آمریکا اینا رو به داخل پایگاه برگردوندن سربازای آمریکایی روی خیلی از این هواپیماها نقاشی کشیدن و یادگاری گذاشتن دو تا تانک استفاده نشده هم در کنار این هواپیماها دیده میشه این میگ 23 ها از حملات جون سالم به در بردن و قرار بود در اولین فرصت ازشون استفاده بشه اما اگه به وضعیت الانشون نگاه کنید مشخصه که دیگه هیچ وقت پرواز نمیکنن. انگار آمریکایی ها علاقه زیادی به رنگامیزی هواپیمای جنگی بلا استفاده دارن چون اینا هم چند نمونه دیگهش هستن این هواپیماهای رها شده خیلی خوشگل تر از میگ 23 های عراقی هستن این هواپیماها رو میتونید در آریزونای آمریکا پیدا کنید در سال 2011 از سی نقاش معروف دعوت کردند تا بیان و روی این جت های قدیمی نقاشی بکشن در ابتدا فقط دماغه های هواپیمای قدیمی رو نقاشی کردند اما ظرف یک سال کل بدنه هواپیماها نقاشی شد احتمالا چشمگیرترین هواپیمایی که تو اینجا میبینید یه لاکید جتساره که طرح آجر و دایره رو روش میبینید اندرو شولز یعنی هنرمندی که این نقاشی رو کشیده اسم این هواپیما رو به برجاسوس گذاشته. بعضی از طراحی های ساده تر، تنها ظرف چند ساعت تکمیل شد اما طرحهای پیچیده تر هفته ها طول کشید. در اینجا حدود چهار هزار هواپیما وجود دارند و هنوز کلی هواپیما باقی مونده که روشون نقاشی دیده نمیشه. این هواپیمای باربری الیوشین آی ال 76 که داره در گرمای بیابون در امارات متحده عربی میپزه، گذشته طولانی داره. این در ابتدای هواپیمای نظامی شوروی بود که در دهه 1970 در ازبکستان ساخته شد و تا زمان فروپاشی شوروی در اوایل دهه 90 استفاده میشد. بعدش به یه شرکت هوایی کوچیک به اسم ایرسس فروخته شد. ایرسس نام معروفی در دنیای هوافضاست است چون در طول مدت کوتاه فعالیتش بالای صد قانون هوایی رو نقص کرد. آخرین اتهامشون هم مربوط به 1998 میشه. در سال 2001 شرکت منحل شد. صاحب این شرکت برادر قاچاقچی معروف مواد مخدر ویکتور بوت بود و گویا ویکتور هم در مدیریت این شرکت هوایی همکاری داشت. ورود ویکتور به امارات ممنوع شده و برادرش هم اجازه ورود نداره در نتیجه هواپیما بی صاحبه چون صاحباش نمیتونن بیان و برش دانن و شرکت هوایی که این هواپیما بهش تعلق داشت دیگه وجود نداره. البته از اونجا که هواپیما حالا پنجاه ساله شده در هر صورت به درد نمیخوره. یادگاری های شوروی رو میتونید در کشور گرانادا در شرق دریای کارائیب هم پیدا کنید. این فرودگاه پرل در گرانادا است. این اولین فرودگاهی بود که در گرانادا ساخته شد. اما امروزه اصلا شبیه یه فرودگاه نیست بلکه گاوها و بزها دارن تو زمینهای پوشیده از علفش میچرن. این هواپیماهای قدیمی شوروی منظره عجیبی رو ایجاد کردن و تاریخچه‌ای دارن که امروزه آدمای کمی اونو به یاد میارن. گرانادا در سال 1974 از بریتانیا اعلام استقلال کرد و به زودی تبدیل به یک کشور کمونیستی شد. دولت آمریکا در اکتبر 1983 به گرانادا حمله کرد و همه این هواپیماها را بمباران کرد که بیشترشون کرامپد استرهای قدیمی شوروی هستند. دوره کمونیستی در گرانادا خیلی وقته که رو به فراموشی رفته اما این هواپیماها هنوز سر جاشون هستند و یادآور اون دوران. ممنون که تا انتها با ما همراه بودید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید خدا نگهدار